مردم عزیز ایران، من با آگاهی از همه مشکلات و خطرات، با همه توان و آبرویم آمده ام تا با دولت تدبیر و امید و با گفتمان نجات اقتصاد کشور، احیاء اخلاق جامعه و تعامل سازنده با جهان، راستی و درستکاری را به مردم عرضه کنم. در زمستان فرهنگ، سیاست و اقتصاد هستیم که هوا بس ناجوان مردانه سرد است. مستاجر منه که تحت پوشش کمیته امدادم، ماهی 60 تا به من حقوق میده، کرایه‌م و اینو میده، 450 تا من کرایه خونه میدم. 25 سال جوانم، زن میخواد، ندارم بگیرم. به دردمو به کی بگم؟ بگم من به خدا بنده خدا تمام اینا که اینجا هستن ایناشون پره، کی که گوش کنه؟ کاری مملکت درست کنه. 2,700,000,000 ما قاطعانه اعلام میکنیم. اولا هیچ کدوم از اینا حقوق نیست، هیچ کدوم به مدیران مربوط نیست. اوضاع کشور اوضاع عادی نیست. من به عنوان یه شهروند، من الان دیگه شک دارم. حتی به اون کسی که بالا دست اینو وایسته داره نظارت میکنه. وقتی به انتشار پیدا میکنه، خب دیگه حس اصلا دید من نه، دید همه مردم نسبت به این که چرا باید یه فردی که مثلا یه وظیفه‌ش رو داره انجام میده، کسی که داره وظیفه‌ش انجام میده چنین حقوقی نباید بگیره. والا اگه حقیقت بگم، میگم خب حق منو خوردن دیگه. این حقوق دستوری که الان دقیقاً خبرش تو رسانه اومده، تو کشور اروپایی هم همچین رقمای پرداخت نمیشه. ببینید تو وضعیت که حداقل حقوق برای کارگران زیر 1,000,000 مشخص شده و کارمندان فرق نمیکنه، خب به هر حال دور از عدالته. فریدون تو این کشور چه کار میکنه؟ آقای رئیس جمهور اگر بناست برخورد کنه، زیاد نمیخواد بگرده، به اخوی محترم خودش توجه بکنه. من سرهنگ نیستم، من حقوقدان هستم. دیگه نباید خیلی چشم بدم قضیه را. این پول ویژه است. این مملکت، مملکت امام زمانه. همه چی متعلق به امام زمانه. این بیت الماله. این پول امام زمانه. پول با برکته. پولیست که زمینه رشد جامعه است، پول حلال و پاکه. برای اینکه زندگی ما بی شما را میخواهیم مرفه بشد، زندگی معنوی شما را هم میخواهیم مرفه بشد. ما رکورد زدیم، ما رکورد زدیم. خوب بود، خیلی خوب بود.